سلام و درود خدمت همه شما عزیزان و علاقه مندان به زبان فرانسه امیدوارم که عالی باشین امروز قرار درس 21 از کتاب موجه رو با هم بررسی کنیم توی این درس علاوه بر آموزش لباس های مردانه شما در گرامر این درس با ادامه فوتو سمپل یا آینده ساده و آینده افعال گروه سوم بیشتر آشنا میشین بی معطلی بریم سراغ درس 21 موژه خب عنوان درس هست لوتمان دوم لوتمان دوم لوتمان دوم لباس های مردانه خب وتمان یعنی لباس و اینجا لباس های مردانه دو تا اسم رو میخوایم به هم دیگه با یه ربط تو فارسی و با حرف اضافه دو تو فرانسه به هم وصل کنیم لوتمان دوم یعنی لباس های مردان اگه بخوایم بگیم لباس های زنانه میگیم لوتمان دو فم اگه بخوایم بگیم لباس های بچگانه میگیم لوتمان دانفان یعنی دو میچسبه به اون اسمی که میخوایم بگیم بدون اختیکل خب 20 جوی در لا شومبر د پارون دو گراند مال 20 جوی در لا شومبر د پارون دو گراند مال 20 جوی در لا شومبر د پارون دو گراند مال امروز بیستم ژوئیه است در اتاق پدر و مادر در اتاق والدین ایلیا وجود دارد دو تا چمدون بزرگ مل سینونیم هست با ولیز به معنی چمدان چمدان هایی که معمولا بزرگ هستند و در مسافرت همراه شما هستند مل دوستان این کلمه مؤنثه این مل یا لمل به این ترتیب شما از صفت مؤنث استفاده کردید گراند مل دو گراند مل دو چمدان بزرگ دان لون مدام ونسان پلاسخا لبتمان دو سن مغی ای دو سن فیس دان لون مدام ونسان پلاسخا لبتمان دو سن مغی ای دو سن فیس دان لون تو یکیشون چرا لین به خاطر این که چمدان معنسه اگر شما اسمتون که دارین راجبش حرف میزنیم مذکر بود میگید دان لن ولی چون مل معنسه میگیم دان لین تو یکیشون مدم ونسان خانم ونسان پلسخه پلسه یعنی قرار دادن گذاشتن در واقع مترادف با فعل متره و اینجا به صورت آینده شما میبینید خواهد گذاشت لباس‌های شوهرش و پسرش رو. لبستمون دو سون ماری دو سون فیس. دان لوتر، تو چه دیگه؟ دان لوتر، تو چه دیگه؟ المتخ میتونست بگه ال ایل پلاس ایل سه ایل متره سو لزابی دو سفی. دان لوتر، مادام. ونسان او ال مت سه وتمان، الزبی دو ال وتمان، الزبی دیگه اون قرار خواهد داد یا خواهد گذاشت لباس هاش رو و لباس های رو دوستان ابی هم مترادف هست با ومان یعنی ومان و عبی با هم، Uh, مترادف هستند به همین ترتیب متر و پلاسه با هم مترادف هستند مادام ونسون اوور لا پرمیر مال مادام ونسون اوور لا پرمیر مال مادام ونسون اوور لا پرمیر مال ouvre à se fait ouvrir has, yani la première malle à vacha medro la première malle au fond elle place les souliers et les par -dessus, puis les complets les vestons et les pantalons au fond, الپلس ل سولیه ال پردوسو پوی ل کمپل له وستون ال پانتالون خوب اوفون یعنی ام, در پایین چمدان ته چمدون به قول معروف اوفون ته چمدون ال پلاس ال یعنی کی یعنی خانوم ونسان چیکار میکنه قرار میده میذاره ل سولیه کفش ها رو دوستان لسولیه به صورت مزکره یعنی لسولیه کفش حالا اینجا به صورت جمعه کفش ها رو لپق دو سی این اسم هم به صورت مزکره لپق یعنی پالتو ها رو لپق دو پالتو ها رو قرار میده پی لکمپل در ادامه و سپس کت شلوار رو ل این اینم یک اسم مذکره ل کومپل یعنی کت شلوار به صورت مفرد ل وستون ال پانتالون وستون کت های تک رو میگن کومپل کت و شلواری که با هم ست وستون کت های تک رو میگن کت ها رو ال پانتالون و شلوار ها رو می انسویت L'habit de soirée de son mari, le costume de sport et la culotte de son fils, les chandails. Elle met ensuite l'habit de soirée de son mari, le costume de sport et la culotte de son fils, les chandails. Renommée Vincent, elle met... قرار میده میذاره آن سویت سپس لبی دو سواغه دو ماری لباس خواب شوهرش رو لبی دو سواغه لو دو اسپور لباس ورزشی کستوم دو اسپغ الا کولوت و شلوارک دو فیس پسرش رو لا کولوت یعنی شلوارک لی و پولیور ها رو شاندهی یعنی پلوور پلوور ها رو لشاندای enfin elle ajoute le linge enfin elle ajoute le linge در پایان هم اون لباس های زیر رو اضافه میکنه اجوته یعنی اضافه کردن لولنج یعنی لباس های زیر لپیجمه le pyjama le pyjama le chemise le chemise le chemise et les chaussettes le les chaussettes les chaussettes شلوار های تو خونه رو پیژامه ال شومیز پیرهن های تو خونه ال شوست آوا جوراب ها رو ال نوپلی رین ال نوپلی رین ال نوبلی هیچ چی رو فراموش نمیکنه دوستان یه نکته اوبلیه یعنی فراموش کردن اگر غیان بیاد تو جمله دیگه شما پر رو نباید بیارین یعنی غیان به اندازه کافی بار منفی به جمله میده به این ترتیب شما از پر خبری نمیگیرین تو این جمله ال نوبلی هیچ چی رو فراموش نمیکنه نی لکول نی لبغتل نیل کروت، نیل موشوار، ال، نوبلی rien، نیل کل، نیل برتل، نیل کروت، نیل موشوار. این نیا رو شما نه معنی می کنید. نه یق ها رو کل یغی هستند که به صورت اضافه به لباس های مخصوصا بچه های مدارس ابتدایی اضافه می شد. نه یغ ها رو نیل برتل، نه بندینک ها رو بندینک ها هم همینطور اضافه میشد به لباس های بچه های مدرسه. نیل کروت نه کروات ها رو نیل موشواغ و نه دستمال ها رو. هیچ کدوم از اینا رو فراموش نمیکنه. پس به این ترتیب اگر شما بخواین یه همچین ساختایی رو توی فرانسوی بگین باید اینجوری بگین. نه این نه این نه این از نی استفاده میکنید. نیل کل نیل بروتل، نیل کروت Ni les mouchoirs. Mais elle ne met pas les imperméables dans la malle. Il pleut. Mais elle ne met pas les imperméables dans la malle. Il pleut. Mais elle ne met pas les imperméables dans la malle. Il pleut. Tout ce qui est زمیر فائلی بعدی که با حرف صدادار شروع بشه لیزون نکنید. از موارد ممنوعه لیزون اینجاست. یعنی نباید بگید مزل، م، ال، اما اون نمیذاره بارونی ها رو داخل چمدون. امپغم ابل یعنی بارانی. چرا دو تا نقطه یعنی دلیل جمله رو ارائه میده؟ ایل پلو چون بارون میاد. از فل پلو واغه و میدونین که این فعل فعل امپرسونل یعنی غیر شخصیه یعنی فقط در سوم شخص مفرد صرف میشه پس مستر پلووار و صرفش ایل پلو بارونیا رو تو چمدون نمیذاره چرا چون بارون میاد ل <تصفح> سولیه ل سولیه ل لو کامپل لو لو Complet. Les chaussettes, les chaussettes, les chaussettes. Le pyjama, le pyjama, le pyjama. L'imperméable, l'imperméable, l'imperméable. Le chandail, le chandail, le chandail. La culotte. la culotte la culotte la robe. La robe. La robe. خب دوستان عزیز بریم سراغ گرامر این درس که در واقع فوتیوغ فعل های گروه سوم هست فوتیوغ دو ورب دو تروزیم گروپ کلک ورب آن ای میدونید که افعال گروه سوم یا ترمینزون زون ای اغ دارن یا ترمینزون زون اغ او دارند و یا ترمینزون زون ای میایم اینجا بررسی میکنیم استثناءات هم به شما میگم ببینیم گروه سه آیندهشون در ریشه فل چه تغییری میکنه کلک ورب آن ای اغ کلک ورب آن چند تا فعل با زونه ای اخ اگزامپل اووغیغ اووغیغ پختیغ پختیغ سرویغ سرویغ سختیغ سختیغ اووغیغ به معنی باز کردن پختیغ به معنی رفتن سرویغ به معنی سرو کردن و پذیرایی کردن از میهمان و به کار بردن و سختیق به معنی خارج شدن و بیرون رفتن از تمام این افعال به ای, ای ختم میشن ببینیم برای آینده باید چی کار کنیم با این افعال دوستان عزیز در درس بیست موژه کاملا راجع به آینده افعال افعال گروه یک گروه دو و گروه سه براتون توضیح دادم اگر میبینید مشکل دارین و یا یکم براتون مبهمه حتما اون درس رو ببینید و گرامر انتهای درس رو هم چند بار تماشا کنید ولی دوباره میگم افعالی که به ای, ای ختم میشن هیچ تغییری در آینده نمیکنن گفتیم ما آینده ساده یا فتوخ سامپل رو از انفینیتیف یا مستر فعل می سازیم همینطوری که شما دارین در مورد فعل اوغیغ میبینید یعنی تقمین زنهای آینده به خود فعل اضافه شده هیچ چیزی ما از فعل کم و کسری نکردیم ژووقی غ ژووقی غ تی اوویر تو اووقی ق ایل اووی ر ایل اووقی ق ال اووقی ق نو رون نو زووقی رون vous ouvrirez, vous ouvrirez, ils ouvriront, پس ما تغییر ایجاد نمی کنیم رادیکال فوتیوخ همون انفینیتیف یا مسترمونه فقط میاییم تقمین زنهایی رو که گفتم باید حفظ کنید در ای، در ت اس، در ایلول ا در نو اواناس در واوz و در ایلول جم اoانت به همون در واقع انفینیتیف یا مستر فعل اضافه میکنیم خب بریم آینده فعل پختیق رو ببینیم این فعل هم به ایار ختم میشه پختیق به معنی رفتن C'est la conjugaison du verbe partir. Je partirai. Je partirai. Tu partiras. Tu partiras. Il elle partira. Il elle partira. Nous partirons. Nous partirons. Vous partirez. Vous partirez. Il elle پختی غون ایل ال پختی غون میبینید که ما تقمین ها رو به مستر فعل اضافه کردیم و در واقع از ساختار ساخت آینده ساده کاملا تبعیت کرده این فعل و این هم فعل سغویغ به معنی سرو کردن پذیرایی کردن گروه سوم هست و به ای ای خط میشه جو سرویغه جو سرویغه تو سرویغه تو سرویغه ایل ال سرویغه ایل ال سرویغه نو سرویغون نو سرویغون وو سرویغه وو سرویغه ایل ال سروی رون ایل ال خب پس تا اینجا یاد گرفتیم که فعل هایی که به ای ختم میشن تقریبا با قاعدن یعنی شما تقمین های آینده رو به در واقع مستر فعل اضافه میکنید بدون هیچ تغییری بریم سراغ تقمین زن ببینیم آیا توی اون ترمین هم باید همین کار رو انجام بدیم یا نه چیزی از فعل حذف میشه خب کلک ورب آن اغ او در مورد افعالی که به اغ او ختم میشن برای آینده شما او فینال فعل رو حذف میکنید یعنی در واقع فقط اغ میمونه و ترمین ها رو به این رادیکال اضافه میکنید پس فعل های گروه سوم که به اق او ختم میشن شما او رو چیکار میکنید؟ می میکنید یعنی حذف میکنید البته یک استثنا هم داریم فعل فرق استثناه به فعل فرق. خب مثل چه فعل هایی؟ پایگزامپل انتندر شنیدن گوش دادن دیر گفتن انتندر متر قرار دادن، گذاشتن، پوشیدن، پخاندغ، خوردن و پوشیدن، گرفتن، سوار شدن. این افعال چون به اق و خط میشن برای آینده که ما از رادیکال فعل این کار رو انجام میدادیم او رو حس میکنیم و بعد تقمین های آینده رو اضافه میکنیم. خب اینم صرف آینده ساده فعل آنتاند J'entendrai, j'entendrai. Tu entendras, tu entendras. Il, elle entendra, il, elle entendra. Nous entendrons, nous entendrons. Vous entendrez, vous entendrez. Ils, elles entendront, ils, elles entendront. و دیدین که رادیکال فعل او هست شده و تقمین زون به همین رادیکال بدون او اضافه شده والا سه کنجوگ کنجوگزون دو فتور سمپل دو ور متر جو متر جو متر تو متر تو متر ایل ال متر ایل ال متر نو مترون نو مترن vous mettrez, vous ایل ils, متخون، mettront, ils, elles, mettront. که متر معانی زیادی داره و قرار دادن گذاشتن پوشیدن سه تو از معانی اصلی این فعله خب بریم سراغ استثناعات آینده یعنی این افعال طبق قواعدی که به شما درس دادم صرف نمیشه اولین استثنامون فعل عله هست این فعل گروه اوله طبق قاعده ای که به شما درس دادم برای فعل های گروه اول و دوم از مستر فعل استفاده می کردیم و تقمین زنهای ثابت آینده رو بهش اضافه می کردیم اما در مورد علی این کار رو انجام نمیدیم. دیم فعل هم گروه سوم بود به اقعو خط شده اما طبق قاعده ای که به شما یاد دادم شما این او رو از مستر حذف نمی کنید و به کل رادیکالش عوض میشه. ونیخ هم به ایه اخ خط شد در فصل ای به شما گفتم که افعالی که به ای ختم خط بیشترشون با قاعدن. اما یه سری افعال بی قاعده هم توی ساختار فتوخ سمپ دیده میشه که این از اون دسته ونیخ و واغ هم گفتیم افعالی که به او ای e, e میشن مثل vouloir مثل pouvoir مثل devoir مثل savoir کلن بی و ما افعال با قاعده توی این رده ترمینزونی خیلی کمتر میبینیم خب بریم سراغ صرف بی فعل عله در آینده ساده والا c'est la conjugaison du verbe aller au J'irai, j'irai. Tu iras, tu iras. Il, elle, ira. Il, elle, ira. Nous irons, nous irons. Vous irez, vous irez. Il, elle, zirons. Il, elle, zirons. Voilà, c'est la conjugaison du verbe faire. Je ferai. Je ferai. Tu feras. Tu feras. Il/elle fera. Il/elle fera. Nous ferons. Nous ferons. Vous ferez. Vous ferez. Il/elle feront. Il/elle feront. Venir. Venir. Je viendrai. Je viendrai. Tu viendras. Tu viendras. Il, elle viendra. Il, elle viendra. Nous viendrons. Nous viendrons. Vous viendrez. Vous viendrez. Il, elle viendront. Il, elle viendront. Va faire les voir. Je verrai. Je verrai. Tu verras. Tu verras. یل و ایلل و نو و نوو دوستان واق به معنی دیدن هست خوب دوستان عزیزم حالا که تقریبا درس بیستیک از کتاب موجه به پایان رسید و شما با کلی لباس های مردانه آشنا شدین و در واقع در گرامر این درس هم با افعال گروه سه و زمان آینده ساده شون آشنا شدین و چند تا استثناء هم یاد گرفتین بریم سراغ پوتی کویز این جلسمون خب به من بگید ببینم کی فعل دوم La première question. Qui fait les vêtements d'homme? Qui les basait Qui fait les vêtements d'homme? Le tailleur. Le tailleur. La deuxième question. Qui fait les vêtements de femme? Qui fait les vêtements de femme? Qui fait les vêtements de femme les la couturière la couturière la couturière la troisième question c'est un habit que les hommes portent habituellement il est assorti un pantalon et il est formel c'est un habit. Que les pacht, لباسیه که لزوم پخت ابیتوئلمان لباسی که مردها غالبا میپوشند ایل تسختی ام پانتالون ست میشه با یک شلوار ایل فرمل و اون رسمیه به من بگید چیه این وستون این وستون کت كوت. حالا کتی که با شلوار ست بشه یعنی همرنگ باشه و با همدیگه ست بشن میگیم کچروا رو چی میگفتیم؟ ستن کمپله ستن کمپله خب دوستان به این ترتیب پایان این ویدیو هم نزدیک میشیم امیدوارم که این ویدیو هم مانند ویدیوهای قبلی موژه مورد توجهتون قرار بگیره دوستان در جهت حمایت از کانال خودتون و رشد و تقویت این کانال و تهیه ویدیوهای بیشتر و بهتر برای آموزش شما عزیزان لطفا لطفا کانال رو سابسکرایب کنید حتما ویدیوها رو فقط و فقط در کانال مشاهده کنید و لینک کانال رو در اختیار دوستان و علاقه مندان به زبان فرانسه هم قرار بدید تو زمی دوستان در راستای تقویت خودتون با دروس موژه دیدن این چند ویدیو رو هم بهتون توصیه میکنم.